خواست مجلس سنا از ترامپ برای برکناری خلیلزاد. ولسوالی قادس ولایت بادغیس در یک قدمی سکوت است. بازداشت خطرناکترین سردسته سرقتان حرفه‌ای در کابل. روند شمارش آرا فردا آغاز می شود. تصویب قانون امور ذاتی سربازان در پارلمان. بنام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموع خبرهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. خواست مجلس سنا از ترامپ برای برکناری خلیلزاد. معاون دوم مجلس سنای افغانستان از دولت امریکا خواست تا نمایندگی ویژه این کشور برای صلح افغانستان را از وظیفه‌اش برکنار کند. با گزارش اسپوتنیک منقل از خبرگزاری خاورمیانه، محمد آصف صدیقی در نشست عمومی روز گذشته یعنی 12 عقرب تاکید کرد که زلمه خلیلزاد به دنبال منافع شخصیش است. وای معتقد است که خلیلزاد از پروسه صلح افغانستان و گفتگوها در این باره به سود منافع شخصیش استفاده میکند. صدیقی به همین دلیل از دولت امریکا خواست تا به جای زلمه خلیلزاد نماینده دیگر را در افغانستان معرفی کند. معاون دوم مجلس سنا همچنان کارکردهای اخیر نمایندگی ویژه امریکا برای صلح افغانستان را زیر سوال برده و تاکید کرد که این برنامه ها تا حال هیچ دستاوردهایی نداشته است. در عین حال برخی دیگر از اعضای مجلس سنا احضار امیدواری کردند که در گفتگوهای خلیلزاد با طالبان روی برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات بین الافغانی تمرکز شود. در حال کارکردهای زلمه خلیلزاد از سوی مجلس سنای کشور مورد انتقاد می گیرد که چند پیش و بعد از توافق گفتگوهای صلح با طالبان دور تازه سفرهایش را آغاز کرد. اما مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی هدف سفر خلیلزاد به کابل را رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان از نزد طالبان اعلان کرده بود. ولسوالی قادس ولایت بادغیس در یک قدمی سکوت است. باشندگان ولسوالی قادس به دلیل اوضاع بد امنیتی از رسیدن طالبان به دره‌های عروری این ولسوالی خبر می‌دهند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از وطن 24 این باشندگان میگویند که تنها مرکز قادس در کنترل دولت است. ساکنان محل همراه با تمامی از اعضای خانواده خود شبانه در مکانهای نامعلوم پناه میبرند. شورای ولایتی بادغیس نیز حکومت را به کوتاهی در قسمت تامین امنیت ولسوالی قادس متهم میکند. اما اداره محلی این ولایت میگوید که به زودی نیروهای کافی به این ولسوالی اعزام خواهند شد. نجم الدین برهانی سخنگوی بادغیس گفته است که در آینده نزدیک عملیات زمینی و هوایی با حضور قوای مشترک دفاعی و امنیتی در این ولسوالی با هدف سرکوب و پاکسازی از وجود طالبان آغاز می شود. بادغیس یکی از ولایت‌های ناامن کشور به شمار می رود که گروه های طالبان در شمار از ولسوالی های این ولایت فعالیت گسترده دارند. بازداشت خطرناکترین سردسته سرقت حرفه‌ای در کابل. وزارت امور داخلی کشور از بازداشت یک سرکرده سرقت مسلح حرفه‌ای توسط پلیس کابل خبر داد. با گزارش اسپوتنیک وزارت داخله در خبرنامه اعلان کرد که شریف الله مشهور به بابک یکی از خطرناکترین مجرمین سازمان یافته و سرباند یک شبکه سرقت‌های مسلحانه شهر کابل دستگیر شده است. در خبرنامه وزارت امور داخلی کشور آمده که این فرد از چندین بدین سو در نواحی مختلف شهر کابل بخصوص نواحی 9، 8 و 16 این شهر سرقت های مسلحانه را انجام می داد و تحت پیگرد پلیس قرار داشت. خبرنامه افزوده سرانجام این مجرم روز یک شنبه 12 عقرب در یک عملیات هدفمند از سوی پلیس حوزه 9 امنیتی از مربوطات این حوزه بازداشت شد. وزارت امور داخله گفته است که
فرد بازداشت شده از سردسته یک گروه 6 نفری ساکرین مسلح بوده و در قضیه قتل یک تن از باشندگان شهر کابل نیز منظور می باشد. روند شمارش آرا فردا آغاز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده است که فردا تاریخ 4 نوامبر بازشماری آرا در 34 ولایت افغانستان آغاز می شود. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولونیوز، کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده است که بازشماری آرا در 34 ولایت افغانستان فردا دوشنبه 4 نوامبر شروع خواهد شد. از سوی هم شرکت در ملوک هفته گذشته اعلان کرد که پیش از 137,000 رای به گونه اتوماتیک در بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات قرنطی شده است. اما در عین حال شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با تایید نکردن ارقام می افزایند که این آرا تقلبی هستند و نتایج انتخابات را تغییر نخواهد داد و خواستار باطل ساختن این آرا هستند. در همین حال دسته انتخاباتی حکمتیار گفته است که برای اینکه برای مردم افغانستان دستبرد بزنند و نتیجه انتخابات را تغییر بدهند، تقلب بسیار گروهی انجام دادند. شمار از دسته های انتخاباتی دیگر بر باطل شدن در حدود 3,000 رای پافشاری دارند و می افزایند که این آرا قبل و پس از برگزاری انتخابات در دستگاه های بایومتریک ثبت شدند. گفتنی است که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ 31 اکتبر طی کنفرانس مطبوعاتی اعلان کردند که شرکت در ملوک با تعداد 47,000 رای دهنده که تصاویر مشابه عکس پایینی سن قانونی برای رایدهی و غیر معیاری داشتند شناسایی کرده است. چالش های فنی در کمیسیون مستقل انتخابات و کندی کار شرکت در ملوک باعث شده است که اعلان نتایج همیشه به تأخیر بیفتد. اعلان نتیجه ابتدایی از 27 میزان به 23 عقرب به تأخیر افتاد. نگرانی های وجود دارد که اگر این شرکت در کارش تأخیر کند، اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات در 23 عقرب امکان پذیر خواهد بود. تصویب قانون امور ذاتی سربازان در پارلمان. اعضای مجلس نمایندگان قانون امور ذاتی سربازان امنیتی و دفاعی را با اکثریت آرا امروز یعنی دوشنبه 13 عقرب تصویب کردند. قانون امور ذاتی نیروهای افغان در هر فصل و 60 ماده تنظیم شده است و در آن جلب و جذب سربازان، حفظ تامین ارضایی حقوق و امتیازات و سایر نیازمندهای این نیرو گنجانیده شده است. علی اکبر جمشیدی عضو کمیسیون امور دفاعی پارلمان گفت که طرح قانون امور ذاتی سربازان افغان بر بنیاد فرمان تنسیقی شماره 346 رئیس جمهور نقض شده است، اما به خاطر طی مراحل قانونی به پارلمان فرستاده می شود. او افزود که تنها ماده 30 قانون امور ذاتی سربازان را تعدیل می شود. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز این طرح بر آرا گذاشت که با 156 آرای تایید و 15 آرای مخالف از سوی مجلس تصویب شد. در نشست امروز مجلس 171 نماینده مجلس حضور داشت.